کانال آشپزی نارگل خوش اومدید. برنامه امروز ما طرز تهیه نون شیرمال هستش. نون شیرمال یک میان وعده صبحانه یا عصرانه سالم هستش. آماده کردن نون شیرمال اصلا کار سختی نیستش. با تهیه این نون میتونید عصرانه و صبحانه خودتون رو آماده بکنید و در این حال از عطر خوش اون و تازگی اون لذت ببرید. مواد مورد نیاز: حدود 3 پیمانه نیاز به آرد گندم داریم، 1/2 پیمانه شکر نیاز داریم، 2/3 پیمانه شیر، 1/3 پیمانه روغن، 1 قاشق غذاخوری سرصاف نیاز به مایع خمیر داریم، 1 عدد تخم مرغ، 1/4 قاشق چایخوری وانی، 1/4 قاشق چایخوری نمک نیاز داریم. برای رومال هم نیاز به 1 زرده تخم مرغ داریم و برای روی اون میتونیم از کنجد، سیاه دونه، تخم کتون یا خرفه استفاده بکنیم و 1/4 قاشق چای خوری هم نیاز به پودر زعفران داریم. شیر رو میذاریم کمی گرم بشه به طوری که گرمای اون رو انگشت دستمون احساس بکنه ولی دستمون نسوزه. اگه شیر خیلی گرم باشه مایع خمیر به عمل نمیاد. میایم حدود 1 قاشق غذاخوری شکر اضافه میکنیم به شیر، خوب مخلوط میکنیم، بعد میایم مایع خمیر رو اضافه میکنیم به شیر. بعد از اینکه مخلوط کردیم درش رو میذاریم، 10 دقیقه تو محیط آشپزخونه قرار میدیم تا مایع خمیر به عمل بیاد. مرحله بعد آرد و علک میکنیم و بعد کنار میذاریم. یه تخم مرغی که داشتیم میشکنیم، خوب به هم میزنیم تا از حالت دختگی خارج بشه. بعد از این مرحله شکر رو اضافه میکنیم، شکر رو هم خوب با تخم مرغ مخلوط میکنیم. یه مقدار میزنیم که شکر حل بشه. شکر رو که مخلوط کردیم بعد میام نمک رو اضافه میکنیم، بعد وانیل، بعد از این مرحله میایم مایع خمیر به عمل اومده رو اضافه میکنیم. بعد میایم روغن رو هم اضافه میکنیم، خوب اینا رو با هم دیگه مخلوط میکنیم. بعد میایم آرد رو به تدریج اضافه و مخلوط میکنیم، آردی که قبلا علک کرده بودیم.
طی 3 مرحله اضافه و مخلوط میکنید. بعد از اینکه خوب مخلوط کردیم شروع میکنیم به ورز دادن. دیگه قاشق رو کنار میذاریم و با دست حدود 10 دقیقه ورز میدیم تا خمیر نرم و لطیفی به دست بیاد. حدود 10 دقیقه ورز میدیم. نوع آرد ها با همدیگه متفاوت هستن و میزان آردی رو که ما اینجا میگیم تقریبی هستش. شما اگر دیدین که خمیرتون خیلی شل شده میتونید کمی آرد اضافه بکنید، یا اگر دیدین خیلی سفته میتونید آب ولرم اضافه کنید. همیشه آرد و آب ولرم دم دستتون باشه. من الان برای این خمیرم چون نوع آردم متفاوت بود 1/2 پیمانه دوباره آرد اضافه کردم. بعد از 10 دقیقه که ورز دادیم یک خمیر نرم و لطیفی به دست میاد که نه به دست میچسبه نه به ظرف. بعد از این مرحله میایم یک ظرف برمیداریم، ظرف رو کمی چرب میکنیم و گلوله خمیر رو داخل اون قرار میدیم، کمی روش آرد میپاشیم، درش رو میذاریم و یک پارچه روی اون قرار میدیم و میذاریم 1.5 ساعت در جای نسبتا گرم یا در همون محیط آشپزخونه استراحت میکنیم. بعد از 1.5 ساعت استراحت که خمیر کرد میبینیم که حجمش 2 برابر شده. میایم پف خمیر رو میگیریم و دوباره حدود 1-2 دقیقه ورز میدیم. بعد از اینکه 1-2 دقیقه ورز دادیم میایم به قسمت های مختلف تقسیم میکنیم خمیرمون رو. بعد میایم از خمیرمون چونه میگیریم. نون شیرمال به شکل های مختلف است. یکی از مدل ها مدل گیسو یا مدل های دیگه. الان یه مدل رو من اینجا براتون میگم. خمیر رو به شکل گلوله های خیلی کوچیکی در میاریم. سینی فر رو کاغذ روغنی میندازیم یا میتونیم چربش بکنیم. بعد گلوله هایی رو که درست کردیم به این شکل قرار میدیم. 2 تیکه خمیر رو بر میداریم و به شکل لولهی درست میکنیم. بعد اینا رو به این شکل روی هم دیگه قرار میدیم و دور تا دور این خمیرهای گلوله‌ای میپیچیم به این شکل. مدل بعدی مدل گیسباف هست که باز میایم خمیر رو به شکل لوله‌ای در میاریم. 3 تا خمیر رو به شکل لوله‌ای درست میکنیم. این مدل گیسباف خیلی ساده است و ساده ترین مدلش هست که میان خیلی راحت مثل مدل مو به این شکل میبافیم و بعد داخل سینی فرقه به این شکل.
یه مدل دیگه هستش که راحت ترین و ساده ترین مدل هستش که خیلی راحت چونه خمیر رو فقط باز میکنیم. بعد از اینکه چونه رو باز کردیم میتونیم به وسیله چنگال خیلی ساده شکل بدیم، حتی با دستانم میتونیم شکل بدیم به این شکل. بعد از این مرحله روی خمیر روی پارچه تمیز میندازیم و حدود 10 دقیقه دوباره میذاریم که استراحت بکنه. تا خمیرهای آماده شده استراحت بکنن میام رومال نون رو آماده میکنیم. زرد و سفید رو از هم جدا میکنیم. اون رو هم بهش اضافه میکنیم و خوب با هم دیگه مخلوط میکنیم. میتونید کمی شکر یا یک قاشق روغن هم بهش اضافه بکنیم، ولی به همین شکل هم میتونید روی نون بمونه. بعد از 10 دقیقه استراحت رومال رو روی خمیرهای آماده شده میمالیم. فر رو از قبل روشن میکنیم تا گرم بشه. بعد میام برای روی نون میتونیم از تخم کتون گفتم، کنجد، سیاه دونه یا خرفه استفاده بکنیم. من این یکی رو تخم کتون میریزم. گیسو رو کنجد میزنم. و اینم خرفه. شما هر چی که خودتون دوست دارید طبق سلیقه خودتون. پودر پسته یا بادوم هم میتونید بریزید. بعد از اون فر رو روی دمای 180 درجه سانتیگراد حدود 20 تا 25 دقیقه نون ما آماده میشه. سینی رو داخل فر میذاریم. نون شیرمال آماده شد. امیدوارم شما هم این نون رو آماده و در کنار عزیزانتون میل بفرمایید. خوشحال میشیم ما رو لایک کنید و به کانال ما بدید. ممنون.